Bismillahirrahmanirrahim. Zikrhoy pesh az khob. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam vaqti ki mekhobidan du dastashonro va monandi duo kardan bo ham jam mekardan va surai ikhlos va falaq va nosro qiroat mekardan. Foydahoy in hadis. Yakum da'vat ba yagonagi Alloh subhanahu va taolo کلیتی هر خیر و دوری از هر بدی است. فایده دوم سحر جادو، چشم و حسد به اراده الله سبحانه و تعالی واقع نمی شود و نه دور می گردد. فایده سوم همه مخلوقات زیر مالکیت الله سبحانه و تعالی و پرورش او بسر می برند. دوم خواندن آیت الکرسی سوره بقره آیت 255. فایده های این حدیث. این آیت کریمه یعنی آیت الکرسی شامل 5 نام و 26 صفت الله سبحانه و تعالی می باشد. در این باره در کتاب فتح الباری آمده است. یکی از صفت های الله سبحانه و تعالی در این آیت کریمه علی است که بیانگر علو و برتری الله سبحانه و تعالی به بندگانش می باشد. به خلاف عقیده کسانی که می گویند الله سبحانه و تعالی در همه جا است. فایده سوم خواندن این آیت با فهم و تدبر سبب حفظ بنده از تمام بدی های شیطان خواهد بود. سوم خواندن سه آیت آخر سوره بقره. فایده های حدیث. فایده اول خواندن آیت آخر سوره بقره که گنج از گنج های بهشت می باشند دارای فضیلت زیادی است. فایده دوم ایمان به دیگر پیامبران گذشته چه نام آنها در قرآن ذکر شده باشد و یا ذکر نشده باشد. فایده سوم ایمان به کتاب های گذشته به شرط است که البته باید بدانیم که اسلام ناسخ دین های گذشته و بهترین جایگزین آنها است. فایده چهارم این امت جایگاه خاص نزد الله سبحانه و تعالی دارند. چهارم خواندن دعایی که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند بار الها به نام تو پهلی خودم را به زمین نهادم و با کمک تو آن را از زمین بلند میکنم. اگر در حالت خواب روحی مرا قبض کردی آن را ببخشا و اگر دوباره به او اجازه زندگی دادی از آن محافظت فرما، همچنان که از بندگان نیکت محافظت میکنی. فایده های حدیث. فایده اول دعوت به استفاده از سبب های مباح که هر کار با اراده الله و قدرت الله سبحانه و تعالی انجام خواهد یافت. فایده دوم استفاده از سبب های مشروع و توکل کردن به الله سبحانه و تعالی. فایده سوم نیازمندی در برابر الله سبحانه و تعالی در هر زمان و مکان لازم و ضروری است. دعای پنجم بار الها تو جان مرا آفریدی و تو آن را دوباره پس میگردانی. مرگ و زندگیش به دست تو است. بار الها اگر زنده نگه داشتی از او محافظت کن و اگر آن را میراندی پس مورد مغفرت قرار ده. بار الها من از تو عافیت میخواهم. فایده های این حدیث. فایده اول مرگ و زندگی فقط در دست الله سبحانه و تعالی است. فایده دوم بر دوام خواندن این دعا جزئی بزرگترین سبب موفقیت و عافیت است. دعای ششم بار الها روزی که بندگانت را حشر میکنی مرا از عذابت نجات ده. فایده های حدیث. فایده اول تشویق به ترسیدن از عذاب الله سبحانه و تعالی تا شاید انگیزه برای توبه کردن باشد. فایده دوم
ایمان به زنده شدن پس از مرگ و حساب و کتاب و پاداش جزئی مهمترین مسائل عقیدوی است. دعای دیگر: بار الها، با نام تو می میرم، می خوابم و با نام تو زنده می شوم، یعنی بیدار می شوم. فایده حدیث: همیشه به فکر مرگ بودن انسان را در راه بندگی الله سبحانه و تعالی کمک می کند. دعای دیگر: سبحان الله 33 مرتبه، الحمدلله 33 مرتبه و الله اکبر 34 مرتبه. فایده حدیث: وضعیت زندگی که اصحاب پیامبر صلی الله علیه و سلم، خویشاوندان پیامبر صلی الله علیه و سلم داشتند، به خوبی نمایان است که با آن دست و پنجه نرم می‌کردند. فایده دوم: اشاره به این نقطه که هر کس هنگام خواب بر این ذکر پابند باشد، یعنی سبحان الله، الحمدلله، الله اکبر بگوید، در کارهایش هرچند که دشواری باشد یاری داده خواهد شد. فایده سوم: میزان شفقت پیامبر صلی الله علیه و سلم نسبت به دخترشان و دامادشان. فایده چهارم: اشاره به این که دنیا زودگذر است و باید به آنچه که نزد الله سبحانه و تعالی وجود دارد چشم دوخت. دعای دیگر: بار الها، پروردگار آسمان ها و زمین و پروردگار عرش بزرگ، پروردگار ما و همه چیز، شکاف کننده دانه و هسته و فرود آورنده تورات و انجیل و فرقان، از بدی هر آنچه که پشیمانیش در دست تو است به تو پناه میبرم. بار الها، توی اول، قبل از تو چیزی نیست و توی آخر، بعد از تو چیزی نیست. تو آشکاری و هیچ چیز آشکارتر از تو نیست. تو پنهانی و هیچ چیز پنهانتر از تو نیست. بار الها، قرضهای ما را ادا کن و ما را از تنگ دستی به توانگری برسان. فایده های حدیث: مستحب است خواندن این دعا بعد از دراز کشیدن با دست راست. فایده دوم: اثبات این مطلب که علم و دانش الله سبحانه و تعالی در برگرنده هر چیز است و او داننده همه چیز است. فایده سوم: مستحب است که دعا بکنیم به نام الله سبحانه و تعالی و صفتهای نیکش، چنانه که خود الله سبحانه و تعالی فرموده است: ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها، سوره اعراف آیه 180، که فرمود الله سبحانه و تعالی دارای نام های نیک است، او را با آن بخوانید. دعای دیگر: تمام ستایش ها برای الله است که ما را خورانید و نوشانید و تمام کار را کفایت کرد و به ما جای پناه داد. براستی که چقدر از مردم هستند که هیچ گونه مددگار و پناه دهنده ندارند. فایده حدیث: فایده اول، یکی از سبب های رضایت به قضا و قدر الهی، نگریستن به حال و وضعیت کسانی است که از نظر مادی پایین تر از ما هستند و همچنین نگاه به کسانی که از نظر دیانت و از نظر تقواداری و خدا ترسی بالاتر از ما هستند. فایده دوم: مراد از کفایت در اینجا با فرانمودن راه هدایت به اسلام و یا توفیق شکر نعمت ها است. فایده سوم: اعتراف به این که انسان به تمسک به الله سبحانه و تعالی هیچ راه و چاره ندارد. دعای دیگر: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاتر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر شيطاني وشركي، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. إن از دعاهای است که در صبح و شام خوانده می شود. چنانه وقتی که ابو بکر صدیق از رسول الله صلی الله علیه و سلم خواستند به او دعای بی آمیزانند،
که در صبح و شام بخوانند، رسول الله صلی الله علیه و سلم همین دعا را به ابوبکر صدیق رضی الله عنه تعلیم دادند. دعای دیگر سوره الف لام میم تنزیل الکتاب، یعنی سوره سجده را، و سوره تبارک الذی بیدی الملک، یعنی سوره ملک را نمی خواندند مگر اینکه نمی خوابیدند. فایده حدیث: زندگی واقعی، زندگی در سایه عبادت الله سبحانه و تعالی است.